با سلام آرزو هستم از فاکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما مهربونه و بزرگواران، همراهان قدیم، همراهان جدید. باز هم مثل همیشه قدردان تک تک محبت های شما نازنینان هستم و آرزوی صحت سلامتی برای شما در هر جای این کره خاکی که زندگی میکنین از خداوند دارم. امروز اومدم با یه فالشم، ولی فالشم دارچینی. قبلا هم ما این فال تجربه کردیم با هم دیگه، هم حس خوب بهمون میده، هم حس حال خوب بهمون میده، هم انرژی منفی رو مثبت میکنه و حس خوب انتقال میده بهمون و یه فال قشنگی رو با هم تجربه میکنیم. برای دوستان جدید دارم عرض میکنم، دوستان قدیم که خب میدونن روال کار چجوری، اما دوستان جدید لازم نیست که حتما برین هزینه کنین یه فال دارچین بگیریم برای که آرامش بخش بشه، حس خوب بگیریم. نه، کافیه که هر شمع سفیدی که دارین قدر این رو مرطوبش بکنین و بعد پودر دارچین خوراکی رو بهش اضافه بکنین. میشه شمع دارچینی تو اتاق خوابتون، تو فضایی که بشین، نمیدونم تیورومتون، فضایی که حس خوب میگیرین روشن بکنی و ازش احساس آرامش بکنی و لذت ببری. حتی میتونی تو محیط کارتون رو هم معنی بده. هر جایی که دوست دارین که احساس نارامی میکنین یا تنش توش هست میتونین حس خوب رو ایجاد بکنین. خب پس میخوایم نیت کنیم انرژی مثبت رو انتقال بدین. انرژی مثبت رو دارم براتون میفرستم تا با هم دیگه یه تفسیر زیبا از یک فال شمع بدون زمان دارچینی داشته باشیم. یادی میکنیم از رفتگان خاک، روحشون شاد، یادشون گرامی. لطفا نیت کنیم. بسم الله. امیدوارم تک تکتون به خواستای قلبیتون برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. خب این شمع دارچینیمونو با قرمز به نیت انشالله نیتهای قلبیتون برآورده بشه، احساسی نیتها خواستای قلبیتون، آرامش رو ازش بگیرید، انشالله روشن میکنیم. خب آقایی که تقریبا چشمای درشتی داره یا عینک به چشمش میزنه یا چشمای نافذ یا چشمای گیرایی داره یا عینک به چشم پسش گذشته دار یا وصل به کسی به سمتتون داره حرکت میکنه یا الان باهاش در ارتباط هستین، خب یه دیدار و ملاقات مادر و فرزند دارم میبینم. بچه‌ای که پشت کرد یا فرزندی که باهاتون قهر یا ناراحت یا ازتون فاصله داره ولی به سمتتون برمیگرده و یک دیدار و ملاقات خواهین داشت. نفراتی که حاضر میشن شخصی رو ملاقات بکنن، حالا برای دیدن شخصی تعداد نفراتی که توی یه جای حاضر میشین، کجا داری میرین شخصی رو ببینین، شخصی رو مورد ارزیابی قرار بدین یا یک نفر هستین در جمعی حاضر میشین که شما رو مورد ارزیابی قرار بدن، خواستگاری، موقعیت کاری، برای مصاحبه، هر چیزش یک نفر در جمعی حاضر میشه، نفراتی برای دیدن یه نفر داریم میه. خب پایی که توی زندگی تاثیرگذار دارم براتون ببینم، شخصی که براتون داری که قدم مثبت برمیداره و البته قدم رو برمیداره و بعد از اینکه مشکل شما حل میشه از دایره ارتباطی و زندگی شما میره بیرون، فقط برای انجام یه کار داره به زندگی تو پا میذاره، برات برای انجام یه کاری داره ورود میکنه، کار انجام بشه خروج میره بیرون. خب یه مهری روشنی که ببینیم، مهری که از حالت که میخواد بخوری قدری با فاصله دارم میبینم، مرتبط به یک ثبت سند ازدواجی که یه ذره هنوز توش وضعیتش هنوز مشخص نیست یا هنوز مشخص نشده یا هنوز بلا تکلیفی یک سند رو دارم میبینم، هنوز یه جای کار میلنگه برای یک ازدواج، برای یک ثبت سند، برای یک کار قانونی، یه جای کار هنوز ایراد داره و یک تایم کوتاهی قضیه حل و فصل خواهد شد. یه راه احساسی دلی جمعی که همه با خوشحالی حاضر میشین، میتونه یه مراسم شادی ازدواج یا یک دورعمی شادی باشه، جمع حضور پیدا کردن. شخصی رو پشت میز دارم میبینم، یا پشت میز نشین هست یا پشت میز نشین خواهی شد، یعنی کار یا ورود به بازار کاری، تو موقعیت کاری قدرت پیدا میکنی یا کار تثبیت خواهد شد. یا اینکه نه، اگر بیکار هستین پشت یک میز قرار میگیری. حالا این پشت میز نشستن منظور شاغل شدن رو دارم براتون میبینم و ضمن اینکه یک صندلی براتون دارم میبینم، باز هم صندلی کار رو داره به من نشون میده، صندلی کاره، ولی این صندلی که براتون افتاده با مشکل صندلی رو تهیه میکنی، یعنی با مشکل کاری رو پیدا میکنی یا با دردسر و مشکلاتی که براتون هست بالاخره صاحب کار میشین.
یا توی موقعیت کارتون مشکل دارین یا با مشکلاتی مواجه خواهین شد، حواستون رو جمع بکنی. یه معنی دیگه هم داره، حالا میتونه البته که در رابطه با یه تعدادی از افراد مصداق داشته باشه، میتونه در رابطه با تعدادی از افرادی باشه که توی یه جایی حالا دیدیم مثلا میگن صندلی رو برای خودشون اجاره میکنن میگیرن، اینم میتونه معنی بده ها، حالا خانوم و آقایون. تا یک پایی که با موفقیت براتون یه مشکلی رو براتون حل میکنی، یک کسی قدم برمیداره و با موفقیت یا خودتون قدم در راهی میگذارین که نتیجه با موفقیت نتیجه حاصل میشه. شخصی پشت کرده حتی به بچه هاش دارم میبینم، کسی که حتی به زندگیش کلا هیچ، حتی به بچه هاش هم پشت کرده، یا بچه هایی رو که نمیخواد ببینه یا فرزندانی رو که نمیخواد ببینه، حالا یا نمیتونه ببینه روبروش داره بس از بچه هایی که دوست داره پدر رو ببینن و نمیتونه، شرایط مهیا نیست. حالا این کجا هستن این آقایی که این گوشه افتاده دوتا بچه هم پشت سرش، بچه هایی که میخوان پدر رو ببینن نمیتونن ببینن، بچه از پدر دوره، فاصله است، نمیتونن، شرایطی جوری که نمیشه دید پدر رو نمیتونن ببینن، یا یعنی که پدری که دوست داره حتی بچه هاش رو ببینه، که فکر نمی کنم این مصداق قشنگی باشه ولی به هر حال من تفسیر میکنم شاید باشه، مرتبط با یه راه دلی احساسی کسی پا پیش میذاره، به زودی ورود یک رابطه یا زندگی یا احساسی یا دوستی یا ازدواج پا میذاره به دلتون، کسی ورود میکنه به دلتون، یا شما پا گذاشتین تو دل کسی، رفتین خودتون رو جا کردین تو دل کسی، حالا هر شخصی میتونه باشه، شخص احساسی، شریک زندگیتون، مرتبط به یک چهاردیواری، حالا کاری زندگیتون، براتون یه موفقیت افتاده، البته موفقیت که افتاده پول افتاده، پولی که رو سقف خونتون افتاده یا سقف کارتون، مالی به دستتون میرسه، اگه تو خونه مشکل مالی داری مالی به دستتون میرسه، نه اینکه تو موقعیت کاری مالی به دستتون میرسه و احساس خوشحالیتون میشه. مهری که رو سر یه آقایی دارم برات میبینم، ولی مهری که به روشنی خورده میشه، یه کار قانونی، یه کار سندی که خیلی نگران بودی، چشمان نگران از مشخصاتونی که حالا صورت تو صورتتون بینی توی قدر خودشو بیشتر شاید نشان داره میده، خبر خوش سنگوره، مهری که برات خورده میشه، اگه یه کار قانونی، دادگاهی، سندی داشتی که به مشکل خورده بشه خورده بودین، خبر خوش و مهر روشنی که برات خورده خواهد شد. دیدار و ملاقات خانم آقایی رو دارم ببینم، خانمی که مطلع میشه، خبردار میشه از آقایی که داره بهت یه چیزا رو دروغ میگه یا داره به ازت پنهان داره میکنه، رو در رو میشین یا رو میشه دست آقایی که برات داره چیزی رو بهت دروغ میگه یا داره بهت ازت پنهان میکنه. خب یه ماهی خوشگل براتون افتاده، چه چشمای درشتی هم براتون دارم ببینم، مثل ماهیایی توی آکواریوم میمونه، ماهی زیبایی که براتون رزق و روزیه و داره به سمت یه چهاردیواری میاد برای کارتون و چشم انتظار این هم هستید، مالی به دستتون میرسه و از یه که حالا به سقف کاری به سقف خونتون چشم انتظار این پول هستید، حالا این پول از هر جایی که داره میاد از چشم انتظاری بیرونتون میاره، قلب هایی که شکست است یا خونه هایی که یه قدری نارامی توشه، یه زندگی هایی که قدری به هم ریختگی و پریشان احوالی هست، افرادی که خانواده هایی که قدری تو خونتون پراکندگی وجود داره، حالا هر کی سرش تو کار خودش یا زندگی، قلب کدر، قلب شکسته، قلب نارام، زندگی از هم پاشیده ای داری، یا هر کی سرش تو کار خودش ده براتون در میاد. تو دو وعده آینده شخصی که خیلی اخم داره یا اخمالو هست، یا حالا آقای یا خانمی که باعث ناراحتی یا اخم توی اون خونه میشه یا به هم ریختگی توی اون خونه میشه و گره ایجاد میکنه توی روابط یا نارامی زندگی، از زندگی تو میره بیرون، حالا یا فاصله ازتون میگیره یا از زندگیتون کلا میرن بیرون. خب یه لباس عروس کدر دارم میبینم، خانمایی که گذشته دار هستین براتون کیسه پول افتاده و مثل ازدواج با شخصی که از نظر مالی توان مالی خوبی داره، یک ازدواج موفق، یعنی یک بار ازدواج ناموفق داشتین یا ازدواج با شخصی داشتین که از نظر مالی خیلی رضایت نداشتین، ازدواج دومتون با شخصی که از نظر مالی رضایتتون جلب خواهد شد. دهانی که براتون به روشنی داره باز میشه یا در مورد شما دارن به خوبی صحبت میکنن، آقایی که نسبت بهتون بدبین بوده یا بددل بوده توی رابطه احساسی یا توی یک زندگی بهتون پشت میکنه، شکش برطرف نمیشه، آدمیه که وسواس داره یا بهتون واقعا شک داره یا شکی که تمامی نداره، مشکوکه بهتون توی یک رابطه یا توی یک زندگی بهتون پشت میکنه. و خانمی که الان تو دل زندگی تعدادی از دوستان دارم ببینم، نقش بسیار پررنگی توی یک زندگی داره ایفا میکنه، خانمی که یک بچه روی سرت قرار گرفته و آقایی هم که
دوزدکی ورود کرده به زندگیت. حالا این دوزدکی اومدن به زندگیت، دوزدکی میتونه به واسطه اینکه خانمی داره، با شخص دیگه هم در ارتباط، با شما هم در ارتباط، خانمی گذشته دار، فرزند بالای سرته، آقایی که دوزدکی پا به زندگیت گذاشته، در خفا با هم در ارتباطید. حالا یا شما نمیخوای متوجه بشه کسی با ایشون در ارتباطی، یا ایشون نمیخواد متوجه کسی بشه که با شما در ارتباطه. و خب یه گل خوشگل براتون نقش بسته، شخصی که روبرو نشستی منتظر یک موفقیت هستی، در انتظاری نشستی به یک گل نگاه میکنی، یا یه موفقیت رو به دست آوردی، از خوشحالیش داشتی، همچون داری روی زون کردی و داری بهش توجه میکنی، یا اینکه منتظری که به یک موفقیت برسی و خواهی رسید. خب شفرات که خیلی غمگین هستین، حالا بینتون فاصله افتاده، که به هم دیگه کنار هم هستین، پروی هم هستین، ولی دلخور از دست هم دیگه هستین، لبتون خندون میشه، بالاخره شاد میشین، بالاخره خوشحال میشین. حالا یه چیزی باعث ناراحتیتون شده، یه چیزی به همتون ریخته، دو نفری که به هم دیگه با هم دیگه یا دوستین، احساس دارین، همکارین، لبتون خندون میشه، کنار هم هستین، یا با هم همکارین، یا با هم دیگه هستین، کنار هم هستین ولی دلخور هستین، دوباره لبتون خندان خواهد شد. خب و یه جدایی که شخصی که غمگین از دایره زندگیتون میره بیرون به واسطه یک جدایی. قلب زیاد افتاده براتون، ازدواج زیاد براتون دارم میبینم. حالا زندگی میتونه ازدواج معنی بده، میتونه نامزدی معنی بده، محرمیت معنی بده، ورود شخصی به زندگیتون معنی بده، به هر حال یا یه تعلق خاطر به شخصی پیدا کردن رو هم میتونه معنی بده و به زودی هم براتون رخ خواهد داد. مرتبط یه راه احساسی دلی تا دو وعده نزدیک خبر خوش دارین، یا از شخصی که خیلی دوستش دارین خبر خوش تا دو وعده دارین. یه سقف پر از پول براتون دارم ببینم، و آقایی که داری وارد میشی، آقا یا خانم، حالا خیلی موی سرتون خیلی زیاد دارم میبینم، آقا یا خانمی که وارد یه سقفی داری میشی که پر از پوله، سقف درآمدزایی، وارد کسب و کار پر رونق میشی، وارد بازار کار پر رونق خواهی شد، یا داری پا توی کاری میذاری که پر از رزق و روزی و درآمد برات هست. ببینی قیافش پس گربه میمونه، یه شخصیت حال دور از جون. بازم میگم من مدافع حیوانات هستم، اما نمادی که شخصی که ما قدر محبت های شما رو نمیدونه ولی ولکنتون هم نیست، همچنان هم دیدین همجور، حالا نمیدونم چه کلمه بکنم، ولی ولکنتون نیست، دست از سرتون رو بر نمیداره، نه محبت قدردانتونه، نه محبتتون رو تلافی میکنه، نه متوجه محبت هایی که در حقش میکنین میشه و ولتون هم نمیکنه. و یه ماهی خوشگل که بینتون باعث، ببینین اگه بحث بگو مگوی مرتبط با پول و مال دارین، یا اختلاف سر پول و ماله، حالا بین دو نفر، دو تا خانواده، دو تا چند نفرین خانواده، بحثی دارین سر یه ارث، میراث، مهر، مال، بحث خانوادگی، بحث مالی بین خانواده، از خانواده ها تو خونتون با هم بحث پولی مالی دارین، یه ماهی که انگار هر کی از هر طرف میگیره تیکه تیکش بکنه. حالا این مرتبط با هر پولی که هست بین چند خانواده و چند نفر، مالی که به دادتون میرسه، یعنی تفرقه و دعوا و نزاعتون رو برطرف میکنه. و بیونجا و بهار زیبایی که در انتظارتون دارم ببینم، شکوفه های گل نشانه بهار بسیار قشنگی که در انتظارتون هست، یا میتونه بهاری در زمستان باشه، یعنی اتفاق قشنگ و زیبایی که حکم بهار مثل زایش تولد درختان هست، شکوفه میکنن، شکوفه های گل ببینی، میتونه تو فصل سرما شاهد یک موفقیت خیلی قشنگ و موفقیت های خیلی قشنگی باشین، یا اتفاقات خیلی قشنگی که توأم با موفقیت براتون در زمستان رخ بده، یعنی دور از انتظار، اتفاقی که توی بهار میفته ولی در زمستان شما شاهدش باشین. خب یه موش دارم براتون میبرم، یه خبرچین، یه کسی که اخبار زندگیتون رو داره از زندگیتون میبره بیرون، حواستون لطفا جمع کنید. شخصی که ازتون داره فاصله میگیره و نمیخواد، میخواد یه ببینیم شخصی که حالا خانم یا آقایی که داره ازتون فاصله میگیره ولی شما دارین خودتون رو بهش میچسبونید، بذارین زمان بهش بدین، فرصت بهش بدین، یه تایم بهش بدین، زمان بدین، ببینین زیر سقفی که مشکل دارین با هم دیگه، حالا زیر سقف کاری، زیر سقف خونه، یا داری زیر سقفی به مشکلش داره فکر میکنه، بهش فرصت بدین، لطفا زمان بهش بدین، کسی که با هم دیگه مشکل دارین بهش تایم، زمان بدین تا بتونه خودش این مسئله رو حل و فصلش کنه، شاید موضوعی که باید هضمش کنه، شاید این موضوعی که باید خودش بشینه در موردش چقدر فکر کنه تا به یک نتیجه درست حسابی برسه.
تصمیم بگیره. خب دقت کنین، کسی رو دارم میبینم مرتبط به راه تحصیلیتون یا کارتون، یا کار تحصیلی انجام میدی، یا مرتبط به کارتون، یا کتاب بالای سرتون افتاده، یا برای کار تحقیقاتیتون، یا مرتبط به یک مسئله که دارین شما تحقیق میکنین، کسی میخواد براتون دردسر درست بکنه، مرتبط به یک موضوعی که دارین تحقیق میکنین و دیگه براتون قایق افتاده، حالا یک سفر دریایی یا به یک جایی که دریا چه جایی داره داری میدین، شهر کشوری براتون افتاده، دریا داره. و البته که قایق یک سفر رومانتیک یا حتی ماه عسل رو هم حتی معنی میدونه، میتونه ازدواجی که بهتون گفتم، حالا یک مسافرت یا یک سفر رومانتیک هم براتون معنی بده مثل ماه عسل. خب رد پایی که براتون دارم میبینم که هر وقت یادش میفتین عصبی میشین. کی تو زندگیتون بوده که الان هم که الان هست یا نیست یا حتی رفته، رد پا پا جا پاش همچنان داره رو اعصابتونه، یادش میفتین هرس میخورین؟ خب ببینین، مرتبط یک ترازو رأی حکم دادگاهی که ناامید بودین داره به سمت شما بلند میشه، یعنی اتفاق قشنگی که برای شما رقم میخوره، به روشنایی به مثبتی. کسی که دروغ گفته زیر رأی حکم یا مرتبط با یه رأی حکم دادگاهی دروغ گفته به ضرر خودش تمام میشه، اون رأی حکمی که به نفع شما داره میاد بالا صادر میشه، حکمی که به نفع شما صادر میشه، کسی که دروغ گفته به ضررش تمام میشه، حکم و رأی دادگاهی. یا مرتبط با یه رأی دادگاهی تو مرتبط با یه موضوع قانونی جایی حاضر شده ولی یک حرف دروغ و کذب گفته، دستش رو میشه، به ضررش تمام میشه. خب زنگوله افتاده، خبر خوش و جمعی که دوره هم جمع خواهی شد، پایی که توی زندگیتون داره گذاشته میشه، خانمی به زندگیتون داره میاد، آقایی به زندگیتون داره میاد، خبر خوش میتونه ورود شخصی به زندگیتون همه رو خبردار میکنی، یا ازدواجی که همه رو خبردار میکنی، یک جشن شادی و ازدواج و محرمیته. یا قلب واژگون هم دارم برات میبینم ولی تاجی که روی سرت گذاشته میشه، یعنی از یک جدایی به عزت و بزرگی میرسی. با کی ازدواج کردی که ازش ضرر دیدی یا ازش نفعی بهت نرسیده، از جداییش صاحب مقام میشی یا شناخته میشی یا مطرح میشی. خب یک جوجه خوشگل هم اینجا براتون روی تخم نشسته، نگاه کنی. دو تا تفسیر، یا یک سرمایه گذاری که بهتون نتیجه میده، یا یک شخصی که برای بارداری داری انتظار میکشی بچه به دنیا بیاد و یه بچه قشنگ. پس یک سرمایه گذاری موفق یا بارداری بسیار موفق اگه نیتتون بارداری. یه گره زندگیتون هم به زودی باز خواهد شد. یکی از گره های اساسی زندگیتون رو دارم صحبت میکنم. مرتبط به یه راه دلی و احساسی کسی به زندگیتون داره ورود میکنه، یه کسی داره به زندگیتون پا میذاره. هر کسی که داره میاد به زندگیتون راه دلی احساسی، یا دوستتون داره یا وقتی بیاد دلباختتون میشه. خب وسط دل زندگیتون یه شخصی آقایی رو دارم میبینم یا خانومی که چشمای درشتی داره، آقا یا خانومی که به تو قول و وعده محرمیت داده، قول و وعده ازدواج داده، دروغ گفته، یا با تو رو راست نیست، یا با درست بهتون نگفته. ببین چشمتون داره بهتون دروغ میگه، روی در روی شما داره به شما دروغ داره میگه، مرتبط به یه راه دلی. اگه قول و وعده محرمیت ازدواج بهتون داره میده، دروغه. حالا خانی بهتون گفته من با شما ازدواج میکنم، آقای بهتون گفته قصد ازدواج باهاتون داره، دماغش رو خودتو ببینید، حتی سر دماغش هم قلب داره ببینم، بالای سرش هم قلب، هر دو با هم دیگه احساس داریم، بهتون قول وعده فعلا با هم یه تایم همدیگه رو دوست داریم، با هم هستی، ولی وعده ازدواج نه، تو چشم هم داری نگاه میکنیم داری با هم دروغ بهتون داره دروغ. خب خانمی که گذشته دار هستین، براتون ازدواج افتادی، یا خانمی که لباس پیراهن دارم ببینم، خانمی که گذشته دار هستین که ببینی کسالت کسی، یعنی دور جون بلا ازتون دور بشه. حالا یا فوتی دارین یا فوتی داشتین، یعنی بیوه دور جون میشین یا بیوه هستین، براتون ازدواج مجدد دارم ببینم. خب مرتبط به چهار دیواریتون یه اتفاق قشنگ افتاده، حالا این چهار دیواری که ببینی شخصی همچون کروات زده، همچنین خیلی شیک و رسمی و مجلسی داره ورود میکنه به چهار دیواری، البته که الان بهتون پشت کرده، هنوز داره بازم هنوز به بشتر که هنوز بینین این برابر هنوز شک داره یا هنوز مخالف داره برای یک ازدواج، ولی وارد این چهار دیواری میشه. اگه الان بهتون پشت کرد یا الان بهتون توجه نمیکنه یا الان بهتون نمیدونم، حالا مرتبط به هر مسئله مشکلی این برابرش افتاده، خانواده مشکل داره، افرادی که پیرامونش هستن با این ازدواج با ورودش به این زندگی به این چهار دیواری مخالف هستن، ولی بالاخره میاد، چون
همچون حالت کروات زده شسته رفته دارم ببینم به زندگیتون پا خواهد گذاشت. این زنجیری که بالاخره پاره میشه از یک اسارت به زودی خلاصی و رهایی براتون دارم ببینم. تو چه موقعیت هستین که اینقدر آزار دهنده است براتون، اذیتتون میکنه، عذابتون داره میده؟ در بند اسارت هستین، خلاصی رهایی، تو موقعیت کاری، موقعیت خونه، هر چه کسیش خلاصی رهایی. موفقیت براتون افتاده، فکر میکنی آدم خیلی موفقی هستین، از حضور شخص سوم یا وارد یک رابطه شدی فکر میکنین چه آدم موفقی هستین، یا تونستین که دل شخصی رو به دست بیارین و ورود کنین به دل شخصی، اما بغلش براتون مشکل افتاده. همین شخصی که الان ورود کردین، ببینی شخصی باهاتون رو در رو میشه، ایشون الان توی یک رابطه هست یا زن داره یا با شخص دیگه، یعنی شما شخص سومی هستین که اومدین ورود کردین و فکر کنین آدم خیلی موفقی هستین یا تونستین این کار رو انجام بدین، با این شخص این ارتباط رو شکل بدین، اما رو در روی با شخصی که باهاش هست رو براتون دارم میبینم، یعنی یا متوجه حضور شما میشه یا رو در رو با هم میشه یا مچتون گرفته میشه، اینطوری میخوام. خب آقایون یا خانمایی که دستتون رو گوشه رو سرتون، یه موضوع خیلی فکرتون رو شدیداً به هم ریخته یا ذهنتون درگیر یک موضوع مسئله هست، مطابق هر مسئله که هست به کمتر از یک وعده مسئله حل و فصل میشه و مسئله که براتون حل خواهد شد. یه شخصی هم یه قدمی داره براتون برمی‌داره، قدمی که مثبت و روشن براتون برمی‌داره و باعث رضایت قلبی شما خواهد شد. هر قدمی که داره برمی‌داره باعث خوشحالی قلبی شما میشه. ورود به بازار کار رو براتون دارم می‌بینم، سقف کاری که دارین وارد میشه و سقف کاری که با یه جمعی خیلی قاطی میشین و با یه جمعی به یه جمعی میپیوندین ولی به نفعتون نیست. پس وارد بازار کاری که شدین، اگه با جمعی به جمعی دارین میپیوندین، ببینین ولی بهتون پشت میکنن، وارد جمعی دارین جمعی میشین، وارد سقف کاری پول افتاده، وارد بازار کاری میشین ولی لطفاً با افراد تا یک تایمی انقدر قاطی نشین یا خیلی باشون زود اخت نگیرین یا زود سری راز دلتون سری نگین بهش، چون بهشون نگین یا به شخصی یا به اشخاصی نگین، چون بهتون پشت میکنن. حالا هرچی که هستش، یعنی شاید ظاهرا باهاتون خیلی خوب هستن ولی بعد بهتون پشت میکنن و به ضررتون، ممکنه اون رازتون رو برملا کنن. مواظب باشین. شخصیتی که خیلی مغرور هستی یا خیلی حالا هرچی که داری به خودت میبالی، بالاخره از غرورت دست برمیداری و یک دیدار ملاقاتی رو شک میدی. شخصی رو دوست داری و با شخصی میخوای ارتباط برقرار کنی، غرورت اجازه نمیده که عنوان کنی، مطرح کنی یا قراری بذاری یا ملاقاتی رو انجام بدی، ولی از این غرور می دست میکشه و دیدار و ملاقاتی که سر خواهد گرفت. دو تا سرم داره به هم میپیوندی، یک ارتباطی داره شکل میگیره. فقط آقا یا خانمی که با شخصی داری ارتباط یا وصل میشی یا داری با کسی همکار میشی، شراکتی، زندگی، دوستی رو داری آغاز میکنی، یکی از طرفین رو دارم ببینم، ببینی ممکنه براتون قدری دردسر درست بکنه. حالا تو این رابطه، تو دوستی، تو کارتون، تو زندگیتون، یه آدمیه که دوباره دردسر، اهل دردسر یا کاراش دردسر سازه، براتون قدر مواظب باشه. خب تیمساح هم که براتون دارم میبینم، کسی باهاتون دشمن داریم، برات دشمنی داره و دشمن خونگی هم هستش، یعنی میشناسیش، یه دشمن خودی، کسی که میشناستتون و چشمایی که از حدقه بیرون زده دارم میبینم، مثلا چشم دیدنتون هم نداره و دشمن خونگی شماست. غربی که داره میاد روی مرغ میشینه، رزق و روزی که داره، خوشحالی غربی از یک پول براتون دارم میبینم. حالا این خوشحالی قلبی، مالی به دستتون میرسه، پولی به باعث رضایت قلبیتون میشه. هرچستش پول و قلب و رزق روزی براتون افتاده، یه خوشحالی قلبی از یک مالی که به دستتون خواهد رسید انشاءالله. یه تجار ملاقات براتون افتاده، رو در روی کسی دارم میرم که همچون قلب داره میره بالا. شخصی رو مدتی ندیدین، دلتنگی کسی هستین، یه دیدار احساسی رومانتیکیه، یه دیدار ملاقات احساسیه، یه دیدار ملاقاتی که باعث فوق‌العاده خوشحالی قلبیتون داره میشه. رو در روی همدیگه هم قرار گرفتین، گاهی دور یه میز باشین، میزی که براتون موفقیت داره، شاید یه قرار کاری که براتون فوق العاده رضایت قلبیتون رو به وجود میاره، شاید یه دیدار ملاقاتیه که به نتیجه میرسه و به موفقیت میرسیم و خوشحالی های قلبیه، یا یه دیدار ملاقات احساسیه با هم دیگه، دیدار ملاقاتی که بین یه جایی نشستی، حالا این میز میتونه میز باشه، میتونه رو در روی هم دیگه قرار میگیری، ملاقاتی که براتون سرتاسر رضایت بخش و خوشحال کننده است قلبی، شاید هم یه خواستگاریه.
خب یه ترازویی که براتون افتاده و ترازوی روشنی که براتون دارم ببینه و ترازویی که به کمتر از یک بعد حکم براتون صادر می شده، یک ترازویی که انگار هی به تعویق می افتاد، یا ترازویی که راه دادگاه قانونی که هی براتون با مشکل مواجه می شده، این دیگه تمام میشه، راهی که براتون باز میشه، مشکلی که براتون حل میشه و پول براتون افتاده، رزق و روزی از قبل یک ترازو، یک رأی و حکم دادگاهی براتون دارم میبینم. یه مهر روشن هم اینجا افتاده، ولی مهر بلا تکلیف براتون دارم ببینم. یه رأی و حکم دادگاهی یه قدری بلا تکلیف مرتبط به یک کوزه مال، مرتبط به یک ترازو، یا کوزه مرتبط به یک حکمی که باید یا یه بری دفترخونه، یا دفترخونه بعد برید دفترخونه برای یه پولی رو وضعیتش رو مشخص بکنی. وضعیت این سند هنوز انگار یه قدری نامشخصه، یا هنوز یه گیر داره، یا ببینید روی پول لک افتاده، یا به خاطر اینکه هنوز مشکل پولی داری، یا هنوز کامل پولت آماده نشده، کار مسخره تو یه قدری ممکنه به تعویق بیفته. هنوز تمام و کمال اون پولی که باید بدین تا اون به سندش به نامتون بشه هنوز گیر داره، مشکل داره، پولتون کامل نشده. خب یه خبری که به تاخت داره به سمتتون میاد، یه خبری که به سرعت به گوشتون میرسه و به حس خوشحالیتون میشه، خبری که بی نهایت خوشحالتون میکنه و به زودی هم این خبر به گوشتون خواهد رسید. از هر کسی، از هر جایی که چشم انتظاری این خبر هستی، به سرعت این خبر داره به سمتتون میاد. از شخصی که اسمش تا حالا جزو میتونه اسمای پنج حرفی باشه، پنج حرف هستش و حتی میتونه دو بخشی هم باشه، مثل علی رضا پنج حرفی. حالا من مثال زدم دو بخشی ها، ولی پنج حرف داشته باشه، حالا همچین چیزی، یا دو اسم هست، دو تا اسم داره، پنج حرفیه و دو اسم هستش، دستش به زودی براتون رو خواهد شد، به زودی متوجه این سه چیز ها دست ازش خواهید شد. پنج حرف داره و یا دو اسم هست، دستش به زودی براتون رو میشه. از یه چشم انتظاری به زودی بیرون اومدن رو دارم براتون میبینم. مهره که روی سر خانمی آقای خورده میشه و لبت خندان خواهد شد. جدایی که براتون خوشحالی برمقان خواهد آورد. و مواظب باشین کسی براتون یه توری پهن کرده یا یک دام براتون پهن کرده، یا تو دام کسی نیفتین، چون کسی براتون یه برنامه‌ریزی کرد، یعنی برنامه‌ریزی شده یه کاری رو میخواد براتون انجام بده و تو دامش بندازته. تو این دامی که دارم صحبت میکنم تلس، تو تله کسی، تو دام کسی نیفتین که به ضررتون هستش. خبر افتاده براتون، از جمع این خبری میشنویم، یا تو حالا تو فضایی، میهمانی، دوره همین، جمع، مجازی، خبر، اخبار، نمیدونم، خبری که ببینی اصلا اگر شخصی که به شوک بره، خشکتون بزنه، یه خبری که اصلا هاج و واج میمونین، البته که ناراحت کننده دارم میبینم. حالا از جمعی، تو جمعی، تو میهمانی، دوره همی، یه فضایی، یا تو مجازی، نمیدونم، یا تلویزیون، اخبار، نمیدونم، از هر جا یه خبری که شما رو توی اخمتون رو دارم میبینم، اخمتون، ابروتون رو ببینین، چشمتون رو ببینین، ناراحتتون میکنه، یه خبری که به همتون میریزه، باعث ناراحتی شما میشه. خب مرتبط به هر مسیری که الان احساس میکنه دارم میرم بالا، پس چرا پس رفت دارم میکنم؟ من که دارم میرم بالا، من که دارم تلاش میکنم، پس چرا عقبگرد دارم میکنم؟ برگی که برات بدن رو میشه، یا یه برگ برنده برات دارم ببینم. ببینی هر چه هستش متوجه یه اتفاقی میشی که اصلا فکرشو نمیکردی، یا فکر میکردی تمام راههایی که داری میری بی نتیجه است، جوابش همیشه معکوس بودی، یا جواب دلخواهی تو ازش نمیگرفتی، برکی که یهو برات رو میشه، برودی که برات یک مرتبه ظاهر میشه، یا تلاشی که یک مرتبه جوابش رو دریافت میکنی. خب حالا من نمیدونم پنجه، حالا شخص مثل پنجه شیر یا گربستانان یا همچی چیزی، حالا من که شیر دارم میبینم، شخص قدرتمندی که تاثیرگذار توی زندگیتون الان حضور داره، حالا خانمی آقایی که فرقی نمیکنه، شیر زنیه، شیر مردیه، کسیه که توی زندگی شما الان تاثیرگذار حضور داره و حضورش رو کاملا دارین احساس میکنی. بازم ازدواج براتون دارم میاد، برق قلب افتاده، از یک تنهایی به سوی مرتبط به یک محرمیت و ازدواج و یک دوستی بیرون میایید، و اگر تنها هستین شخص به زندگیتون ورود میکنه. مرتبط با یک فیل، خورتون میشه ببینین، چشمشو ببینین، و وارد یک سقف کاری قدرتمند میشین، یا خودتون یه آدم بسیار قدرتمندی هستی، یا شب وارد یک بازار کار پرقدرتی میشین، یا بازار کاری که
پس با کار پر رونقی داری یا کاری که رزق و روزی خیلی خوبی داری یا کار دوامدار یا کسب و کار بسیار موفقی که داری واردی همچه فضایی میشین، یا خودتون داری کارتون رو گسترده هم کنی یا افراد زیادی رو داری ورود میکنن به این صفحه کاری، افرادی رو صاحب کار میکنی، چه کار آفرینی یا واردی همچون بازار کاری داری میشین. خب راه براتون افتاده، توی راهی دارین قدم برمیدارین که فوق العاده براتون مثبت دارم ببینم. حالا این راه هر راهی که هست، تو راهی که مثبت و روشنه دارین قدم برمیدارین، میتونی یک سفر مسافرت راهی شدن هم معنی بده. خانمایی که قد و قامت تقریبا کشیده دارین، مجرد قد و قامت تقریبا کشیده، پا داری میزنی به یک زندگی یا به یک رابطه، شخصی که چشم ازتون بر نمیداره. حالا من نمیدونم، معذرت میخوام، شاید جالب نباشه، یا این قد و قامت کشیدتون داری میگه شما یه سرگردن بود بیشتر از اون شخص هستین، یا قد و قامت کشیده ای داریم، به حال شما رو بلندتر بلند قامتتر از اون شخص مقابل دارم میبینم، ولی غالبا دوستتون داره و رضایت قلبی، یک دیدار ملاقات، ورود به زندگیش داری میکنیم، پا به زندگیش داری میذاری، خیلی هم حجب و حیا داریم و خیلی هم خجالتی هستی خانم. خب و دو تا چشمم داره آقای خانمی که خیلی شکاک یا بدله از زندگیتون داره میره بیرون یا بهتون پشت میکنه، دیگه انگار نمیخواد ببینه، یا دیگه اصلا طاقتتون رو نداره، شکاک بدله یا خیلی آدمش، یا شما بهش پشت میکنین، ارتباطتون رو باهاش قطع میکنین، و یه ترازوی که متأسفانه رأی و حکم دادگاهی منفی دارم میبینم به واسطه اینکه یا مشکلاتتون خیلی زیاد بوده یا نمیدونم، حالا یا اینقدر کفه ترازوی کدر زیرش دارم میبینم، یعنی حل شدنی نبوده که بشه حل بشه، قابل حل نبوده، مشکلای گنده‌ای که زیرش دارم میبینم. و خانمی که نشستی، خانمی که دعا میکنی برای قلبت، برای شخصی، برای کسی میخوای خوشحالی قلب، ببینید بذاری اینجوری بهتون بگم، خانمی که داره دعاتون میکنه، یک کاری کردین که خانمی داره دعاتون میکنه، خانمی دعاگوتونه، قلب کسی رو به دست آوردین، حرکتی کردین، کاری کردین که خوشحالی برای کسی به وجود آوردین، و خانمی که داره دعاتون میکنه، دعای خانمی که برای شما دارم میبینم، کاری براش کردین که داره دعاتون میکنه، قلبش رو شاد کردین، امیدوارم خدا قلبتون رو شاد بکنه. خب یه دست به دست داریم به همدیگه میدین، مرتبط با یک شخصی رو به یه شخصی برسونی، ولی در این کار اشتباهی میکنین، شخصی رو داریم به شخصی میرسونی و شخصی رو توی یک رابطه داریم میبرین که داریم زندگی شخصی و رابطه کسی رو مختل میکنین، ببینین انگار که شخص سومی رو داریم به دست کسی، دستش رو توی دست کسی میذارین که وارد یک رابطه بشه، حالا این افرادی هستین یا توی میهمانی یا توی جمعی یا جمعی هستین که شخصی رو داریم با یه شخصی که متعهد یا متعهد به کسیه، دستش رو توی دست همچه کسی میذارین، کاری داریم میکنین که اون شخصی که توی زندگیش ازش رونده بشه و بذاره بره، یعنی یه کار اشتباه. خب و خب یه پای خوشگل براتون دارم میبینم، کسی که داره قدم براتون برمیداره، اما قدمی که داره براتون برمیداره، داره قدم برمیداره که مشکل شما رو حل بکنه، حالا چه مشکلی دارین که به هم پشت کردین، خانمی که اینجا، آقایی که به این سمت، هر کدوم به یه سمت هستین، کسی که داره با درمیانی میکنه برای اینکه شما دوتا دوباره به هم دیگه یا به هم وصل بشین یا با هم ارتباطتون شکل بگیره، دو نفری که تنها هستی، خانم آقا پا، شخصی داره وساطت میکنه، شخصی داره پا درمیونی میکنه، شخصی داره پا پیش میذاره، و اینکه دو نفر با هم دیگه ارتباطتون شکل بگیره، زن و شوهر هستی با هم قهرین، دو نفری که با هم ارتباط ندارن، یه دوست مشترکی که داره دوباره شما رو با هم آشتی میده، تو موقعیت کارتون یه اختلافی به وجود اومده که کسی داره پا درمیونی میکنه تا ارتباطتون دوباره شکل بگیره، خانم آقایی که با هم مشکل داره. و منتظر باشیم به زودی یک اتفاق خیلی قشنگه براتون رو خواهد داد، یک یا یه موقعیت خیلی قشنگه براتون پیش پاتون میفته که باعث رضایت قلبیتون میشه و لبخند رو لبتون میاره، پس همچون فرصت قشنگی رو از دست ندین، مواظب باشین. دوستانی که تو ناحیه قلب مشکل دارین، یه ذره حواستون لطفا جمع بکنین به خودتون، یا مواظب سلامتیتون باشین، قلب کدر دارم میبینم، حالا یا غمگینین
یا دل شکسته این هرچه هستش، یا اینکه دور از مشکل ناراحتی قلبی دارین، یا آقای سن سال داری هم که دورا دور حواسش به شما هست، پدرتون، یا یه آقای تقریبا سندار میانسال به بالا کنار زندگیتون قرار داره ولی حواسش به شما هست، کبوتری که بیشترش یعنی دائما از شما اخبار میگیره، حواسش به زندگی شما هست یا حواسش به کاری که شما میکنین هست. خب آقای خبر خوش از طرف یک آقای تقریبا میتونم بگم جوان دارم میبینم ازش خبر داری، حالا جوان جوانی رو به میانسال نمیتونم، ولی یه خبر خوش از طرفش دریافت میکنین. دوستانی که توی رابطه کات شده است یا بینتون بوده مسافت فاصله افتاده، بینتون فاصله است یا کاتی یا قهری یا هرچه هستش، از یک چشم انتظاری بیرون میایین. حالا چه خبری به گوشتون میرسه که شما از یک چشم انتظاری بیرون میایین؟ شاید تعیین وضعیتتون معلوم میشه. این دایره به هم نمیپیونده. اگر انتظار یک هستش که با هم برسین، این دایره به هم نمیپیونده. وضعیتتون رو معلوم میکنین. ببینین یک کاتی قهری دیدار و ملاقات رو در روی هم دیگه قرار میگیرین، با هم دارین صحبت میکنین. ولی یکیتون مشکل داره، مشکل اساسی داره که نمیتونه فعلا نمیتونه، حالا ممکنه در آینده بهتون حالا باهاتون بپیونده، ولی الان یه مشکلی داره و مشکلش هم برمیگرده به خونه و خانواده‌اش، یعنی مسئله مشکل خانوادگی داره، حالا یا خانواده داره یا خانوادگی، خانواده‌اش مشکلی دارن که فعلا نمیتونه به شما برسه. شخصی که قلبش رو زیر پا داره میذاره و احساساتش رو داره زیر پا داره میذاره به خاطر اینکه شما احساس آرامش بکنه توی خونه. حالا من نمیدونم یک چهاردیواری که تو آرامش باشه، ولی شخصی که قلبش رو داره زیر پاش میذاره، قلبش رو ندید میگیره، میخواد با خلوص نیت داره براتون کاری میکنه، علیرغم اینکه بهتون شاید احساس داره، شاید هر چی که هست ندید میگیره، قلبش رو ندید میگیره، زیر پاش میذاره برای اینکه شما توی یک فضا، توی یک چهاردیواری احساس آرامش بکنی. یک گذشت داره میکنه برای اینکه شما حس خوبی از توی خونه بگیرین. یه توتی خوشگلم براتون اینجا دارم، میرم چشمشو ببینی. حالا توتی توتی هست ولی خبرچین میاد میشنه صحبتاتون رو گوش میکنه، میبره خبرها رو پخش میکنه، حواستون جمع بشه، ضبط میکنه، همونا رو عیناً تکرار میکنه، مواظب باشین. خب براتون جارو افتاده، میبینین دارین جارو میکنین، مراسمی در پیش دارین، شب لب خندان، مراسم شادی دارین، جمعی که توی جمعی که شادی براتون افتاده، خندان میشینه، انشالله خوشحالی براتون افتاده و دیگه براتون چیزی نمیبینم. خب چرا، یه مال هم براتون افتاده، یه ماهی که از یک شخصی داره بهتون میرسه، یا کسی که ما پولش رو قایم کرده که به شما نده ولی پولش به شما میرسه، یه آدمیه که دوست نداره براتون هزینه کنه یا خرج کنه ولی بالاخره این مال به شما میرسه. حالا این آقا در ارتباط یا خانم در ارتباطی ما هم که همسر هستین، زندگی هستین، یا پولیه که باید بهتون میرسه ولی قایمش کرده، نمیخواد این پولو بهتون بده، ولی این پولی که پشت سرش قایم کرده بالاخره به شما داده میشه، یا حقتونه یا سهمتونه یا هر چی هستی، شما در این سهم پولی که قایم شده بالاخره به شما داده خواهد شد، شما از این پول سهمی داری، یا مال شماست قایم کرده بهتون نمیده، پول خودتونه به خودتون نمیده، این هم میتونه معنی بده. خب مرتبط به یه قلب، مرتبط به یه راه دلی، مرتبط به یه خوشحالی قلبی، یه جمع دارم ببینم و البته که این جمع مثل سورپرایزه، آقا یا خانمی که یه جمعی رو حاضر کرده برای اینکه شما رو خوشحالتون بکنه و یک مرتبه غافلگیر خواهی شد. حالا این چه شادی جمعیه که یک مرتبه، ببینید یک قلب به واسطه خوشحالی شما، برای این شادی شما جمعی رو حاضر کرده و شما رو یک مرتبه سورپرایز میکنه. خانم یه آقایی لبتون خندان خواهد شد. بچه‌ای که تو بغل یک مادر دارم ببینم، ولی مادری که چشم از این بچه بر نمیداره، دو تازه به این بچه رسیدی، ازش جدا نمیشی، یا اینکه فرزندت از دور بوده، یا دیدار و ملاقات مادر و فرزنده، یا اینکه بچه دار شدی و چشم از یه بچه بر نمیداری، با سختی بچه دار شدی یا حالا با مشکلات بچه دار شدی، یا به بچه تازه رسیدی و نمیخوای ازش چشم برداری، یا نگران فرزندت هستی ازش چشم بر نمیداری.
موفقیت براتون دارم میبینم و دارین پله های موفقیت رو طی میکنین، موفقیتی که باعث خوشحالی قلبیتون میشه یا تو دل زندگیتون یکی داره یه تلاشی میکنه که باعث خوشحالی قلبیش میشه. توی زمینه پزشکی، پیراپزشکی، شاخه پزشکی دارین فعالیت میکنین یا با یه همچین شخصی که تو این زمینه داره فعالیت میکنه آشنا میشین، دیدار و ملاقات افتاده، یا گذرتون به یه شخصی کار راه درمان میفته، این هم میتونه معنی بده، کارتون به راه درمان مرتبط با یه پزشک یا راه درمانی تو این رابطه میتونه باشه، یا تو این زمینه دارین تحصیل میکنین ولی با یکی دیدار و ملاقات افتاده که تو این زمینه داره فعالیت میکنه، کار پزشکی یا هر چیزی که مرتبط پزشک میشه، و کبوتری که داره خبر براتون میاره که یه مشکل گندتون بزرگتون داره حل میشه، کبوتری که رو سرش مشکل داره براتون حل شده داره براتون میاره خبر از حل یک مشکل، اخباری براتون کبوتری میاره که یک مسئله و یک مشکلتون به زودی حل خواهد شد یا حل شد، خیالتون تمام بشه. و اگر دو تا قرض دارین یا دو تا بدهی دارین یا به دو جا بدهکار هستین بدهیتون پرداخت میشه، نگران نباشین. یا به دو جا بدهکار یا به دو نفر بدهکار هستین بدهیتون رو میدین، البته که یهو نمیدین ولی پرداخت میکنیم بالاخره میدی، نگرانیتون حل میشه، یعنی چشمتون رو بستی اصلا دیگه نمیخواییم به این قضیه فکر کنی دیگه، انگار پرداخت میکنین راحت میشین یا قدرش رو میدین یه ذره به آرامش میرسین و دیگه چیزی نمیبینم. رو سقف خونه کسی هم یه آقایی دارم میبینم همچین ایستاده و ایستاده پافشاری میکنه، آقای جوان، خانمی جوان، مهر روشنی که براتون خورده میشه ازدواج، آقایی که پاشنه در خونه خانمی رو داری از جو میکنی، خواهان خانمی هستی و بالاخره هم بهش خواهی رسید، ازدواج محرمیت رو براتون دارم، یا بالاخره با هم دوست میشین یا اینکه باهاش ازدواج میکنی، مهر افتاده مسخونه، میرین ازدواج با هم میکنین، ازدواجی که براتون سر خواهد گرفت به امید خدا و از یک سردرگمی یا بلا تکلیفی به زودی بیرون اومدن رو براتون دارم میبینم. و اگر قهوه زیاد میخوری یا حالا نمیدونم کافئین چیزی که مرتبط میشه با حالا کافی حالا هر چی که زیاد میخوری ممکنه براتون دردسر درست کنه یا کسالت براتون به وجود بیاره، قدری محتاطانه عمل کنی یا کمتر بخورین، حالا همچین چیزی براتون دارم میبینم، دونه قهوه دارم براتون میبینم. خب اینم از فال امروزمون. و دوستانی که توی زندگیتون مشکل دارین مشکلتون حل میشه، اگر توی زندگی مشترک یا توی یک رابطه احساسی مشترک یا زندگی مشترکتون مشکل دارین مشکلتون حل خواهد شد، به زودی مسئلتون حل میشه، حالا این حل شدنش از هر جهتی که به نفع شما هست حل میشه، به هر طریقی که شما احساس رضایت میکنی حل شدن دارم براتون میگم. با آرزوی بهترین ها امیدوارم که جواب نیتاتون رو گرفته باشین. تا دیداری بعد، خدا نگهدار. فالکده آرزو.